بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. فرا رسیدن سال روز شهادت دهمین اختر تابناک امامت و ولایت حضرت امام هادی علیه السلام را اولا به محضر فرزند بزرگوارش حضرت امام زمان علیه السلام و ثانیان خدمت همه محبین و شیعیان و دلسوختگان حضرتش تسلیت عرض میکنیم. امیدوارم انشاءالله فرج فرزندش امام زمان علیه السلام را خداوند معجل بفرماید. حضرت امام هادی علیه السلام در سال 212 نیمه ماه ذی‌الحجه سال 212 چشم به دنیا گشود. پدرش حضرت امام جواد علیه السلام و مادرشان خانم با فضیلتی به نام سمانه مغربی است. امام هادی علیه السلام در سن 8 سالگی به امامت رسید. معمولا عموم مردم چون ای آمادگی را قبلا هم تجربه داشتن، آمادگی را داشتن که امامت امام هادی علیه السلام را بپذیرن، چون پدرش حضرت جواد علیه السلام در سن 7 سالگی به امامت رسید و مردم این تجربه را داشتن. لذا عموم مردم پذیرفتن امامت حضرت امام هادی علیه السلام را و مدت 33 سال حضرت زحمت کشید، تلاش کرد او وظیفه‌ای که خداوند به عهده‌اش مانده بود را انجام داد، شاگردان زیادی را تربیت کرد در مسیر معارف اهل بیت علیهم السلام و در نهایت در سن 41 سالگی در 10 رجب سال 254 توسط زهری که به حضرت دادن یکی از خلفای عباسیان آقا را به شهادت رساندن و در همو خانه‌ای که حدود 20 سال حضرت به عنوان حبس خانگی نگهداری می شد، زندانی بود در منطقه و محلهی به نام عسکر، لذا در همو خانه که خانه خود امام هادی علیه السلام هم بود حضرت دفن شد. فرزندش امام حسن عسکری علیه السلام هم بعد از شهادت همونجا دفن شد که حرم ای دو امام بزرگوار معروف است به حرم عسکریین. من فقط یک روایت معناش خدمت همه دوستان بیننده و شنونده عرض میکنم که زیاد وقت دوستان را نگرفته باشم. حضرت فرمودن به یاد بیاور او لحظه احتضار که نه حبیبی در درد شما میتانه بخوره و نه طبیبی. لحظه احتضار و مردن که میرسه دیگه نه از دست حبیب کاری برمیه، نه از دست دوست و رفیق و نه از دست طبیب و پزشک، دیگه انسان از دنیا میروه. لذا امام ای سفارش ها فرمودن که یعنی مواظب اعمال و رفتارتان باشین و آماده او لحظه باشین. خداوند انشالله لحظه موت همه ما ما را با ایمان از این دنیا ببره، با معرفت کامل نسبت به اهل بیت پیغمبر علیهم السلام انشالله. چند بیتی را در رابطه با شهادت امام هادی علیه السلام خدمت دوستا تقدیم کنم، توسلی کوتاه و از همه التماس دعا. اگر دلی می سوزه، اشکی جاری میشه، انشالله به نیت فرج امام زمان علیه السلام باشه. ای نجل جواد ابن رضا حضرت هادی، بگرفت حسن بر تو عزا حضرت هادی، یک عمر ستم دید از جور متوکل، در آینه صبح و مسا حضرت هادی، دل سوخته از طعنه و از زخم زبانها
دل سوخته از طعنه و از زخم زبان ها، خونین جگر از زهر جفا، حضرت هادی بردن همان شب که سوی بزم شرابت، چون از تو نکردن حیا، حضرت هادی توهین و گستاخی تا چه اندازه، حرمت پیغمبر خدا را حفظ نکدن، فرزند بزرگوار و شبردن در مجلس عیش و نوشی که خودشان برگزار کده بودن. افسوس که کشتن تو را از ره بیداد، افسوس که کشتن تو را از ره بیداد، بی جرم و گناه قوم دغا، حضرت هادی افسوس به دور از حرم مادر و جدت، یا امام هادی افسوس به دور از حرم مادر و جدت، گشتی تو غریبان جدا، حضرت هادی کس از غم ناگفته ات یوسف زهرا، آگاه نشد غیر خدا، حضرت هادی بزم می و خون دل و حبس ستم و زهر، بزم می و خون دل و حبس ستم و زهر، حق تو عجب گشت ادا، حضرت هادی. حضرت امام هادی علیه السلام آوردن در مجلس بزم و شراب، تعارف کرد بی حیا آقا را که شما هم از اینا تناول بفرما. آقا فرمود گوشت ما، پوست ما، استخوان ما به این نجاسات آلوده نیست. چند بیت شعر پندیاتی خواندن آقا، در مذمت دنیا دیدن متوکل گریه میکنه. ما یک سوال از همه شما شنونده ها و بیننده های عزیز، شعر تأثیر بیشتر داره یا آیه قرآن؟ اگر یک آدم سالم قرآن بخوانه بیشتر تأثیر داره یا یک سر بریده؟ بمیرم برای او لحظه ای که سر بریده ابی عبدالله داخل تشت شروع کرد به قرآن خوانده، یزید دست و پاچه شده میخواید این صدا را خاموش کنه، صدا زد غلام چوب خیزران بیار، شروع کرد با او چوب بلب و دندان ابی عبدالله زدن. الهی بیمیرم، خواهرش زینب دیگه تحمل نداره، صدا زد حسین جان بخوان برادر، زیبا میخوانی تو، وقتی قرآن میخوانی از ما رفع تهمت میشوه، آخی مردم به ما خارجی میگن، حسین این مردم نمیدانن مادرت زهراست، جدت پیغمبر است. یزید صدا زد حسین هرچی تو بیشتر قرآن بخوانی من محکمتر میزنم، مگر یک خواهر چه تأمل داره؟ یک طرف نگاه کردید یزید خیلی محکم میزنه، یک طرف دید یک عده نامرد ایستادن به این منظره میخندن، اما یک طرف هم دید دخترها و بچه های داغ دیده خودشان با سیلی میزنن. نشست هر دو دست و شروعی سر قرار داد، صدا زد وا محمدا وا علیا وا حسینا، یا مزن چوب جفا بر لب و دندان من، یا بگو بیرون روند از مجلست طفلان من، یا مزن شرمی نما از روی زهرا مادرم، یا بزن مخفیز چشم خواهر گریان من. عرض تسلیت مجدد خدمت همه
دوستان، بینندگان و شنوندگان عزیز، به مناسبت سال روز شهادت حضرت امام هادی علیه السلام، انشالله به سوز دل امام هادی علیه السلام خداوند فرج آقا و مولامان امام زمان علیه السلام معجل بفرماید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.